با درود آفرین به پیشگاه یکایک که شما همراهان انجمن فرهنگی چیستا. باز هم با شما هستم با یک برنامه فرهنگی دیگه، برای اینکه بتونیم با شما نگاهی داشته باشیم به تاریخ سرزمینمون و تاریخ جهان رو با شما مرور میکنیم. در پیشگاه بانو دکتر آرتمی ساورا هستیم در یک برنامه یا یک ویژه برنامه‌ای در مورد روز زن و اینکه نگاه بکنیم ببینیم که براسی روز زن ایرانی چه روزی هستش از نگاه دکتر بانو آرتمیس اهورای نازنین. درود آفرین دارم به پیشگاه شما بانو آرتمیس نازنینم. درود بر شما بانو پردیس گرامی و درود بر همه فارسی زبانان، ایرانیان، ایرانی تباران و همه دوستداران فرهنگ و تمدن ایران و به ویژه به بانوان ایران و بانوان فارسی زبان جهان که این برنامه رو میشنوند و این برنامه برای اونها آماده شده. بسیار سپاسگزارم از اینکه پذیرای این فراخوان بودید در این ویژه برنامه با ما گفتگو میکنید. بانو اهورای نازنینم، در جهان کنونی میبینیم که همه به همدیگه روز زن رو شاد باش میگن. روز جهانی زن از سال 1977 نخستین بار دیدیم که سازمان ملل اون رو به رسمیت شناخت و 8 مارس رو به همدیگه به ویژه بانوان ایرانی شاد باش میگن. من شما رو به عنوان یک بانوی فرهیخته، دانشور، کسی که پژوهشگر هستش، خواستم که باهاتون گفتگو بکنم و نگاه شما رو بدونم روز زن ایرانی به راستی چه روزی هستش. از نگاه شما میشنویم. سپاسگزارم ازتون بانو پردیس گرامی. خب شاید یک عده‌ای از هممیهنانمون بدونن ریشه های بالاخره 8 مارچ از کجا اومده، ولی اون چی که مهمه که امروز بهش بپردازیم یا ذکر بکنیم درباره این هست که اصلا از آغاز انقلاب صنعتی در جهان، هممون میدونیم که تا پیش از انقلاب صنعتی خب زنان در حد افرادی حساب میشدن که مثل کودکان، مثل دیوانگان یا مثل افراد بسیار به اصطلاح سطوح پایین جامعه که معمولا در بازی‌های سیاسی و اجتماعی و اقتصادی جهان نقشی نداشتن. این حالت نه تنها در غرب بلکه در شرق هم، در آسیای دور هم این حالت وجود داشت و شما حتی در چین با تمدن 4-5 هزار سال میبینید که زنان اصلا رد پای پررنگی نه در تاریخشون دارن، نه در آثار هنری، نه در آفرینش ها و خلاقیت هایی که در این کشورها به جا مانده. نه زن شاعر میبینیم، نه زن به اصطلاح مثلا دانشمند میبینیم، نه زن سیاستمدار میبینیم، نه زن نظامی میبینیم. و معمولا در عرصه های جدی جهان زنان در غرب و شرق هیچ نفوذ و حضور و تأثیری نداشتن. برعکس آن چه که ما در شرق و غرب جهان متمدن آن روز می دیدیم، در ایران خودمون، در ایران با تمدن 10 هزار سال که ما می دونیم شهرهای بزرگی از ایران مثل نیشابور شهریست با قدمت 7500 سال یا شهر سوخته با قدمت 6500 سال و بسیاری یا مثلا سمرقند و بخارا شهرهای 7000 ساله جهان هستند و اینها نشون میده که خب ما یک کشوری بودیم که از دیرباز تاریخ شهرنشین بودیم و در زندگی شهرنشینی برخلاف زندگی روستایی که معمولا خب زنان در روستاها پا به پای مردان در کشاورزی، در دامداری، در به هر حال اداره زندگی پایه وجود دارند، در زندگی شهری زنان اون اندازه نیاز نبوده که خب مثلا در کشاورزی و دامداری و اینها دست کار باشن. اما هنگامی که شما در زندگی شهری زن رو متنفذ و تأثیرگذار و مؤثر میبینید، اون یعنی زن وارد یک لول یا سطح یا درجه دیگری از
پیشرفت و تکامل و در واقع دگردیسی اجتماعی شده. برای اینکه خب ما میدونیم در زندگی شهری دامداری و کشاورزی که وجود نداره، عملا تبادلات یا میشه اقتصادی یا میشه سیاسی اجتماعی. و هنگامی که زنان رو در جامعه شهری ایران نه فقط در سطوح بالای دربار ما به چشم آمده میبینیم، بلکه در سطوح اقتصادی یا سپاهیگری یا اجتماعی یا پیشوری زنان رو فعال میبینیم و به ویژه در این که ما از دیرباز تاریخ در ایران زنانمون مهر داشتن، همپایه مردانمون از 7000 سال پیش در دخمه ها و گورهای ایرانیان در کنار جنازه های استخوان های زنانی که پیدا شده مهر این زنان رو دیدیم. و مهر رو چه کسانی داشتن؟ همواره مهر رو کسانی داشتن که یا مایملک دارن، دارایی دارن، یا تاجر و بازرگان هستن که میخوان تبادلات اقتصادی و مالی انجام بدن و بایستی پای اون قراردادها و داد و ستدها مهر خودشون رو ثبت بکنن. از این روی ما متوجه میشیم که زنان ایران بالاتر از حد زنان روستایی و بالاتر از حد کشاورزی و دامداری که در همه جای جهان زنان به هر حال ناچار بودن در اینجاها کار کنن به عنوان بازوی کار در تولید کشاورزی و دامداری، زنان ایران در رده‌های بالا در بازرگانی، در دارایی داشتن و نداشتن‌ها شرکت داشتن و شریک و سهیم بودن در تولیدات اقتصادی و اجتماعی و سپاه و دیوان سالاری، و در رده‌های بالاتر خب ما می‌دونیم زنان خردمند و دانای بسیاری داشتیم، ما زنان دانشمند داشتیم و حتی در رده‌های بالاتر که می‌مده در دربار ایران زنان جنبه تشریفاتی و فقط به عنوان همسر یا خواهر یا دختر یک شاه یا حکمران حضور نداشتند. اینو از کجا می‌بینیم؟ از جایی که گزنفون و هرودوت در تاریخشون نوشتن که زنان ایران زنان بسیار جسوری‌اند. یعنی از نظر اینا یه مقدار به نظر اونها در مقایسه با روم و یونان گذشته باستان زنان ایران حتی گستاخ به نظر اینها می‌اومدن. چرا؟ چون زن در مهمانی‌های شبانه شاه یا حاکم یا بالاخره وزیر و وکیل و افراد متنفذ جامعه، زنان اینها حضور داشتن در کنارشون، و زنی که در مهمانی هایی که مردان در اونها حضور داشتن در کنار همسر خودش میمونده، این از نظر رومی ها یا یونانی های باستان جسارت و گستاخی محسوب میشده، و زنی که میتونسته در اونجا شعر بخونه و زنی که میتونسته اونجا صحبت بکنه و مهمان نوازی بکنه و در صدر مجلس به اصطلاح مجلس آرائی بکنه، برای اینها خیلی غیر عادی بوده. و از سوی دیگه شاهان ایران همواره در تواریخ هرودوت و گزنفون میبینیم نوشته شده که شاهان ایران با زنانشون مشورت میکنن، رایزنی میکنن در امور سیاسی، و خب این نشون میده که زن ایرانی یک جایگاه بالایی داشته، انقدر خردمند و دانشمند و باسواد و آگاه بوده که شاه کشور اونو شایسته رایزنی میدونسته. و جالبتر اینه که رایزنی اگر با همسر خودش میکرده و اگر نقطه نظر بسیار خوب و خلاقانه و مؤثری داشته اونو اعمال میکرده. فقط این نبوده که شاه حالا مثلا سخن همسر رو بشنوه، از این گوش بشنوه، از اون گوش در بکنه، چنین چیزی نبوده. از این روی حتی نظامی های یونان و روم باستان همواره اینو میدونستن که ما بذاریم ببینیم اگه بتونیم توجه یا نظر مثبت و مساعد همسر یا مادر یا خواهر یا دختر شاه رو جلب بکنیم. یعنی اینقدر میدونستن زنان ایرانی متنفذ و تاثیرگذارن که اگه میخواستن که یک پروسه ای تسهیل بشه یا پیشنهادی بشه که شاه اونو بپذیره، حالا مثلا ممکن بوده که پیمان صلحی باشه، تفاهم نامه ای باشه، تعهد نامه ای باشه، یه چیزی قرار بوده امضا بشه، می اومدن میگفتن که اگه ما بتونیم نظر مساعد و مثبت
همسر شاه رو جلب بکنیم که مثلا این همسر هم یک سخنی بذاره به میون و در این باره با شاه یا حاکم یا فرماندار نظامی صحبت بکنه و ما بتونیم مثلا به یه تفاهمی یا یه صلحی یا یه چیزی قراردادی برسیم. بنابراین ما با در ایران باستان با زنانی مواجه بودیم متفاوت با زنان همه جهان و این از همون دیدگاه اساسی ایرانیان نسبت به برابری انسان‌ها سرچشمه می‌گیره. یعنی این نگاه ایرانی بوده که زن و مرد برابرن، این نگاه ایرانی بوده، یعنی نه این که منظور این بوده حالا مثل با تعاریف امروزی زن و مرد برابرن، از نظر حقوق انسانی منظور من هست که زن و مرد در اون دوران برای ایرانی‌ها برابر بودن. یعنی نگاه یک ایرانی به زن و به مرد به عنوان دو تا انسان یکسان بوده. این به اون معنی نیستش که تمام وظایف زنان و مردان در ایران باستان یکسان بوده یا 100% همه امور درباره اینها برابر بوده، نه، اما هر کس در نقش خودش کاملا حقوق برابر داشته. یعنی به خاطر اینکه کسی زن بوده نمی اومدن از حقوق انسانی محرومش بکنن، کاری که در یونان و پس از اون در روم باستان میکردن و کاری که میدیدین در بین مثلا اعراب در خاورمیانه آن روز در بین اعراب متداول بود، یا در مصر باستان خب میدیدید شاه همه چیز بود، شاه خدایگان بود، شاه به اصطلاح برترین بود و همسرش هم حالا حضوری داشت ولی نه در سیاست نقش داشت، نه در نظامیگری و سپاهیگری نقش داشت، نه در امور اقتصادی نقش داشت، ولی وجود داشت. در یونان و روم حتی وجود زن هم بسیار کمرنگ بود، برای اینکه زن رو اصلا در حد بردگان و دیوانگان محسوب میکردن و بسیاری از سرآمدان جامعه یونان و روم باستان حتی کسر شأن داشتن با زنان بشین و برخاست، نشست و برخاست بکنن و اکثر اوقات فقط از زنان در حد وسیله برای تولید مثل و جانشین درست کردن استفاده می کردن. حتی معشوقشون در بسیاری از مواقع زن نبود و مرد بود و همون گونه که ما در مورد اسکندر می بینیم، در مورد ارسطو می بینیم، حتی در مورد خیلی از اندیشمندان و به اصطلاح سرآمدان و سرشناسان و نامداران یونان و روم باستان می بینیم که اینا حتی به عنوان معشوق به زن نگاه نمی کردن و زن رو دون پایه معشوق بودن و به اصطلاح هماورد مهرورزی خودشون دانستن می دونستن. و این خب میبینیم کاملا این قضیه در ایران متفاوت بوده. زنان ایرانی نه تنها از نظر سطح انسانی و حقوق انسانی یکسان با مردان شناخته می شدن، بلکه در بسیاری از مواقع در دوره هایی که ایران تبدیل به امپراتوری شد حتی زنان برخی اوقات در جایگاه بهتری از مردان نشانده شدن، کمان که می دیدیم موقعی که می خواستن به زنان و مردان به عنوان کارمندان خودشون حقوق بدن، اگر زنان مادر می شدن حقوق زنان افزایش پیدا می کرد و مرخصی زایمان داشتن و خب همه این چیزهایی که ما می دونیم و می دونیم که در دوران ساسانی حتی ما تأمین اجتماعی داشتیم برای زنان و دختران بی سرپرست، یعنی زنانی که همسر از دست می دادن یا دخترانی که پدر و برادر و به اصطلاح مردانی که بالاخره اونها رو تأمین ممکن بود بکنن و از دست می دادن، اینها یه حقوق تأمین اجتماعی، همون چیزی که امروزه در همه جا به عنوان ولفر یا رفاه اجتماعی از سوی دولت‌های تازه در قرن بیستم اینها متداول شد در جهان غرب، ولی ما در 1700 سال، 1900 سال، 2000 سال پیش اینها رو کاملا می‌بینیم که وجود داشته در جامعه ایرانی و به زنان و دختران واقعا جایگاه شایسته خودشون رو می‌دادن. اما از اون سو میایم میبینیم در جامعه غرب هنگامی که ما میدونیم تا پیش از قرن 19 اصلا و ابدا زنان در حد تجملی بودند، چه در دربارهای اروپایی، در دربار لویی ها، در دربارهای انگلستان، در دربار آلمان، در دربار روسیه زنان در حد تشریفاتی بودند. نخسته حتی اگر هم می آمدن و در حد کلان، در حد دربار زنان دیگه خانواده اشراف
کسی مانند کاترین کبیر در روسیه می آمد و همسر بیورزه خودشو پس می زد، با اینکه یک زن آلمانی بود، عروس دربار روسیه شده بود، ولی هنگامی که دید این مرد توانایی نداره و خیلی ناکارآمده در جایگاه شاهی، بلافاصله پس از اینکه اولین فرزندش به دنیا آمد، خودش تبدیل شد به نایب السلطنه و یواش یواش شاه زد کنار و خودش به عنوان کاترین کبیر بنیانگذار روسیه نوین و در واقع نوعی پایه‌گذار ابرقدرتی روسیه در جهان نوین شد و بسیار زندگیشو وقف روسیه کرد و روسیه رو ساخت و دیدیم از خودش لیاقت و شایستگی‌های بسیاری نشون داد. از نظر کشور روسیه کاترین کبیر یکی از بزرگترین شخصیت‌های همه تاریخ روسیه بود و بعدم کاترین دوم و بعد هم میبینیم که از آن پس زنان درباری در روسیه و بعدم دیدین در حتی آخرین دوره خاندان شاهی روسیه در رومانوف ها الکساندرا زن آخرین تزار، به اصطلاح همسر آخرین تزار روسیه که ملکه بسیار شایسته ای هم بود، آمد و دیدین که در جریان جنگ جهانی اول حتی خودش به عنوان پرستار در صحنه جنگ و در قطارهای به اصطلاح صلیب سرخ، در قطارهای سرویس دهی بهداشتی و درمانی روسیه سوار شد و همراه دخترانش به جنگ رفت و در اونجا کار به اصطلاح رسیدگی و پانسمان و زخمندی و نجات جان سربازان روسی رو به عهده گرفت. اما در حد بغیر از در حد کلان و دربار که تازه از قرن مثلا 17 و 18 و 19 به مرور زنان درباری اروپایی وارد شدن به عرصه قدرت و سیاست، اما زنان جامعه اروپا اصلا و ابدا حضور و وجود خارجی نداشتن. بودن ولی در حد شهروند درجه دو، در حد کارگر ارزون قیمت، در حد تنفروش یا زنان بار یا زنانی که خدمات و سرویس دهی های بسیار رده های پایینی رو در جامعه انجام میدادن. و خب هنگامی که انقلاب صنعتی در اروپا روی داد، از آغاز در واقع قرن، از اواسط قرن 18 و آغاز قرن 19، ما دیدیم که نیاز کارخانه ها برای اینکه خیلی زیاد نیاز به کارگر بود، از حد مردان فراتر رفت و نیاز بود که کارگر زن به استخدام در بیارن و کارگران زن از اون جایی که حقوقشون نیمه از حقوق کارگران مرد بود و در برخی از کشورها حتی یک سوم حقوق مردان رو میدادن، از اونجا آغاز کردن به آوردن زن به عرصه صنعتی و تولیدی جامعه. و متاسفانه زنان بسیاری قربانی انقلاب صنعتی شدن در اروپا. یعنی بازم همینجا بانو آرتمیس پوزش میخوام من یک کمانه باز کنم، یعنی بازم همینجا به عنوان یک بهره برداری و یک به عنوان برده بیشتر میشه گفت در قرن 19 هم، یعنی در واپسین سالهای قرن 18 هم و آغاز قرن 19، باز هم یک به صورت ابزاری برای نیروی کار با کمترین دستمزد گماشته می شدن. و باز من همینجا یادآور بشم که در قرن 19 هم حتی ما زنان نویسنده در انگلیس و فرانسه نداشتیم و اگر می خواستن که بنویسن، دو نمونه رو داریم به عنوان فکت میتونیم بگیم که با نامهای مردانه میامدن و نوشته هاشون رو به چاپ میرسوندن. حتی وارد عرصه های نویسندگی هم تو که شما فرمودین زنان فرهیخته ای نداشتن که بتونن وارد حتی اجتماع بشن و برای نیروی کار همونطور که شما فرمودین بازم اگه حسابشو بکنی به عنوان برده های کاری ازشون استفاده میشده. کاملا درسته. و جالبه حتی در مشاغلی زنان رو میذاشتن که مردان حاضر نمیشدن برن، به عنوان مثال صنایع نساجی در جهان روی دست پس از انقلاب صنعتی، صنایع نساجی اروپا روی دست زنان میچرخید کلا، یعنی 100% کارگران کارخانه های نساجی زنان و دختران بسیار کم سن بودن، یعنی دختران نوجوان 14-15 ساله رو می بردن پای این دستگاه های نخریسی می شوندن و اون موقع که اصلا سیفتی و ایمنی محیط کار اصلا معنی نداشت، وجود خارجی نداشت و اینها در 3 شیفت
صبح تا بعد از ظهر، بعد از ظهر تا شب و شب تا صبح در 3 شیفت زنان و دختران جوان رو میذاشتن پای این دستگاه‌های نخریسی و اینا که در حال رشتن پنبه و پشم بودن، تمام این گرده‌های پنبه و پشم اینها رو دچار سل و بیماری‌های بسیار وخیم سیستم تنفسی می‌کرد و اینا بعد از 2-3 سال کار در صنایع نساجی معلول می‌شدن، طوری که تمامشون ریه‌هاشون رو دست می‌دادن و خون بالا می‌آوردن و اینها رو بستری می‌کردن در به اصطلاح مراکز سل که همیشه در جاهای دور افتاده توی مثلا کوهستان‌ها یا در جاهای دور افتاده مناطق مثلا روستایی اروپا بود و اینا واقعا بعد از 2-3 سال کلن از کار افتاده می‌شدن و خیلی جوان می‌مردن این زنان. و در این صنایع نساجی شاید صدها هزار زن اروپایی، دختران خیلی کم سن و سال، کودک اروپایی حتی از بین رفتن. هنگامی که این اتفاقات افتاد یا در صنایع روغنکشی که تمام مدت اینها با مواد شیمیایی و کمیکال خیلی خطرناک در تماس بودن برای که روغنها رو برای که خالص بکنن، به اصطلاح پیوریفای بکنن، اون موقع هم که مثل امروز نبود که مواد بی خطر برای این مواد برای کارخانه های گوناگون استفاده بشه، برای کارخانه های روغنکشی از مواد خیلی خطرناک یا در کارخانه های تولید سموم، برای که اولین بار بود که سموم شیمیایی رو اینا تونسته بودن در اروپا تولید کنن با اون روش های خیلی بدوی تولید سموم شیمیایی و آفتکش ها و ددته و این حرف ها، شما نمیدونی چه تعداد زیادی از زنان بیماری های خطرناک پوستی، سرطان های گوناگون، بیماری های سیستم تولید مثلی به اصطلاح، بیماری های مثل پولیپ های رحم و امثال هم میگرفتن و انواع و اقسام بیماری ها موجب می شد که این زنان بیچاره پس از 4-5 سال کار در این کارخانه ها جانشون از دست می رفت. خیلی از اینها زنانی بودن که شوهرانشون مرده بودن یا مثلا فراری بودن یا در زندان بودن و 4-5-6 تا بچه داشتن رو دستشون و اینا خیلی اوقات مجبور می شدن به خاطر که این بچه ها رو نگهداری بکنن روزها خونه باشن و شبها می اومدن توی کارخونه ها که بچه ها رو می خوابوندن می اومدن سر کار. و این موجب شد آرام آرام زنان اروپا دیدن خب همه زندگیشون داره از دست میره، اینا همشون بعضی مدن مریض میشن، نه بیمه وجود داشت، نه حتی حقوق برابری با مردان میگرفتن و از سوی دیگه اینا مورد انواع اقسام در واقع خشونت های محیط کار میشدن، چون اون موقع کارخانه دارا اینا که حقوق انسانی و حقوق بشر این حرفا براشون وجود نداشت، اینا کتک میخوردن، محکوم میشدن، متهم شدن به دزدی، نمیدونم انواع و اقسام بهره‌وری‌ها و ستم‌ها و خشونت‌های گوناگون علیه این زنان انجام می‌شد. برای همین نخستین بار تلاشی که زنان اروپایی کردند برای اینکه در واقع یه جور احقاق حق بکنن از آغاز قرن 20 در واقع بود، 1906-1908 یک حرکات و جنبش هایی برای برابر کردن فقط دستمزد زنان کارگران زن و مرد در آمریکا هم اولین بار دیده شد که 15,000 تا زن در نیویورک آمدن ساعت ها تظاهرات کردن و برای دستمزد برابر با مردان در واقع سال 1909 حزب سوسیالیست آمریکا، اون موقع هم حزب سوسیالیست هنوز خیلی فعالتر بودن تا امروز، چون سوسیالیسم یک سیستم جدید، ایدئولوژی جدیدی در اروپا و جهان بود، اومدن و بالاخره سال 1909 به اصطلاح حزب سوسیالیست آمریکا اومد یک روز زنانی رو اعلام کرد به عنوان آخرین یک شنبه فوریه هر سال، که این تا سال 1913 به مدت 4 سال این باقی موند تا اینکه در 1913 در روسیه به اصطلاح این حزب سوسیالیست و کمونیست سوسیالیست و کمونیست روسیه روز زنان آورد به 8 مارچ تغییر داد. بنابراین در 1913 این روز 8 مارچ کنونی ایجاد شد که برگردان تقویمی در واقع همون 23 فوریه بود که بر اساس تقویم گریگوریان حساب شد. از اون به بعد ما 8 مارچ رو در جهان به عنوان روز زنان شناختیم و خب میدونیم هم که گروه های چپ و کمونیست و
سوسیالیست و فمینیست دستن در کار پشتیبانی از این روز خاص بودن و این در جهان تثبیت شد. اما خب ما برای ما ایرانیان اگه راستش رو بخواین هیچ معنایی نداشت این روز 8 مارس و همین امروز هم نداره، برای که نه این جنبش ما بود، نه ما دنبال حقوق برابر کارگران زن و مرد بودیم در ایران و نه هرگز سابقه تاریخی نابرابری زن و مرد رو ما در فرهنگ ملیمون داشتیم. ما در روز سپندار مزگان که میشد روز اسفند از ماه اسفند که همین امروزه به عنوان همین امروز به عنوان مثلا 29 بهمن شمرده میشه که به اساس تقویم فعلی ایرانی گاه شماره فعلی ایرانی هست، اما در واقع همون روز اسفند از ماه اسفند تقویم به اصطلاح زرتشتی ایرانی است. ما این در این روز زن رو بر تخت میشونیم، هممون اینو میدونیم. ما زنان رو مثل یک شهبانو باهاشون رفتار میکردیم، در هر خانه زن اون خونه تبدیل به شهبانوی اون خونه میشد و بر تخت میشد، بهش خدمات ارائه میدادن، براش غذا میپختن، براش شیرنی و گل میآوردن، هدایایی به زنان میدادن و خوراک مورد علاقه زن در اون روز پخته میشد و به زن این در واقع سپاسگزاری رو نشون میدادن. میگفتن اگر تو 365 روز سال از 365 روز سال 364 روزشو تو داری به خانواده مهر میدی، عشق میدی، بنیاد خانواده رو میگردونی و از ما پرستاری و نگهداری میکنی، یک روز هم ما از تو سپاسگزاری میکنیم و بهت نشون میدیم که ما میدونیم که تو چه میکنی برای ما و ارزشت کجاست و چگونه ما در واقع سپاسگزار زحماتت و خدماتت و جانفشانی ها فداکاری ها در خانواده هستیم. حالا این روز خاص در واقع تنها روز زن در ایران نبود، روز مادر بود، روز عشق بود، روز مهر بود، روز زمین بود، یعنی سمبل همه چیزهایی که در فرهنگ ایران باستان زنانه شمرده می شد و آفریننده شمرده می شد و در واقع نو کننده یا تازه کننده جهان شمرده می شد و از این رو هست که ما همیشه میگیم که زنان ایران به راستی که نیازی ندارن به یک روز 8 مارس. شما یک روز 8 مارس برای زن ایرانی نه مفهوم داره نه کافی است، برای که اون مفهوم فرهنگی پشتش رو نداره. اون مفهومی که ایرانیان، اون نگاهی که ایرانیان، اون ارج و گرامی داشتی که بر زن داشتن روز 8 مارس برای ما ایرانیان منعکس نمیکنه، نشون نمیده. روز 8 مارس ما میتونیم به عنوان روز جهانی که حالا چند میلیارد آدم دیگه در جهان اونو احترام میکنن، بزرگداشت میگیرن، هدیه میدن، گل میدن و در واقع درباره زنان دربارش صحبت میکنن، ما میتونیم این روز رو هم افزون بر سپندار مزگان خودمون به عنوان یک روز دیگری، روز جهانی زن، نگه داریم و جشن بگیریم و زنان رو در واقع ستایش کنیم، سپاسگزاری کنیم و در واقع بهشون نشون بدیم که ما دوستتون داریم و قدرتون رو میدونیم. اما ما ایرانیان بهتره برای فرهنگ هزاره هامون ارزش قائل باشیم، ما بتونیم اونو به جهانیان نشون بدیم. چرا ما نمیایم و روز سپندار مزگانمون رو جهانی نمی کنیم؟ چطور ما روز مثلا روز جهانی سوشی در جهان داریم؟ ژاپنی‌ها تونستن روز جهانی سوشی در جهان ایجاد بکنن و به همه جهان یک نوع خوراک فرهنگشون رو بتونن نشون بدن، یا روز جهانی نمیدونم باد کردن بادبادک‌های شمعی رو، بله فانوس‌های شمعی رو در جهان مثلا چین و ژاپن و کره تونستن به جهانیان نشون بدن که ما آرزوهامون رو می‌فرستیم به سمت خدایگانی که اونها حالا خدایای بسیاری هم به اصطلاح باور دارن. ولی خب ما چطور نمیتونیم بیایم یک روز زیبای سپندار مزگان رو با تمام اون زیبایی‌هاش، با تمام اون مراسمش، خوراک‌هاش، آجیل‌هاش، سفره‌هاش، رقص و آوازش، جشنش، پایکوبیش و اصلا ریشه اون رو چرا نمیتونیم ما به جهانیان نشون بدیم؟
مایی که زمانی که اصلا مردم جهان روز زن رو نمیشناختن، روز زن رو میشناختیم که هیچی، اجرا میکردیم و احترام میکردیم و ارج میذاشتیم و در روستاها و شهرها در دورترین گوشه گوشه فلات ایران این رو جشن میگیریم. و جالبه بدونیم ما تا به امروز هزاره ها تونستیم اینها رو حفظ بکنیم، نه فقط در ایران بلکه در تاجیکستان، در کردستان عراق، بین ایزدی های عراق، در بین کرد های ترکیه و سوریه، در قفقاز، در ایرانستان، همون جایی که بهش میگن ایرانستان یا اران، یا در به اصطلاح بخش های بزرگی از قفقاز، همه اینها هنوز در ازبکستان، در سمرقند و بخارا، هنوز اینها روز زن دارن و اون سپندارمزگان روز زمین میدونن، روز رویش میدونن. و همون گونه که مثلا مهرگان هنوز هست، همون گونه که جشن سده هست، همون گونه که نوروز و شب چله هست، جشن سوری هست، در 22 کشور جهان هنوز ما اسپندارمزگان رو داریم و حتی در بخش های از افغانستان، در بخش های حتی از چین ما هنوز درست همون جاهایی که پشته ایران دقیق. بوده، فلات ایران بوده، فرهنگ ایران هنوز هم پابرجاست به هزارها. همین گونه بله، به راستی هم همین گونه است. بانو آرتمیس نازنین، آنچه که از خود بیگانگی با ما کرد، بیگانه با ما نکرد. به راستی این هستش. من تنها میتونم همین رو بگم و ای کاش که یه خورده با خودمون آشتی کنیم، با فرهنگ راستین خودمون و با ریشه‌های خودمون. و من به این باور هستم که بانو آرتمیس نازنین بسیار پیوندهای ریشه های ما از هم گسسته شده، پیوندهای مردم ما، مردم ما رو در 43 سال با فرهنگ سازی، نه فرهنگ ایرانی، فرهنگ سازی اسلامی از ریشه های خودشون جدا کردن. میدونید که دو نسل کافی هستش که آدم ها رو دور کنی از ریشه های خودشون، از فرهنگ خودشون و فرهنگ دیگه رو به اونها بخورونی و نشون بهشون بدی که این فرهنگ درست اینه، اون اشتباه بوده. همونطور که میبینید با ما چه کردن در درازای تاریخ، که من نمیخوام برگردم نگاه کنم به اونها و به اونها بپردازیم، چون این تما و این جستار انقدر زیبا هستش. من به خودم براستی بالیدم با اینکه بارها در مورد این جستار جایگاه زنان با هم گفتگو داشتیم در انجمن فرهنگی چیستا، خودم پوشیدم پژوهش‌ها رو فراهم آوردم، با خود شما بارها در پلتفرم‌های گوناگون گفتگوهایی رو داشتیم در پیشگاه شما، ولی هر بار که وقتی با اینها ورق میزنیم، یادآور میشیم این فرهنگ رو، با اینها سخن میگیم، میبینم که به راستی وزین‌تر از فرهنگ و آیین ایرانیان هنوز هیچ جای جهان نمیتونیم پیدا کنیم. و انسانی‌تر و انسانی‌تر بانو پردیس، خیلی از مراسمی که امروز در جهان ایجاد میشه فقط قرار داده، هیچ بویی توی اونا از انسانیت، از عواطف، از مهر، از عشق مثلا طبیعی وجود نداره. و اکثر اوقات جشنهایی که در جهان میبینین بسیاریش تبلیغاتیست، یعنی اقتصادیست، یک فروش کالاست، تبلیغ رستوران‌ها رو بوک کنن، رزرو کنن، نمیدونم کالاها رو بفروشن، گلها رو بفروشن، بادکنک‌ها رو بفروشن، بدونی که مفهوم واقعی انسانی توش باشه. اما ما جشنامون با بینش و جهانبینیمون یکی بوده، یعنی این جهانبینی مهرآفرین ایرانی است که زن رو دوست داره، طبیعت رو دوست داره، جانداران رو دوست داره، هستی رو دوست داره، به آبادسازی اونها تلاش میکنه، کمر همت میبنده برای زیبا ساختن همه چی، برای پروردن همه چیز. و این نگاه هست که نگاه انسانی ایرانی رو با شاید بسیاری از ملل جهان
در رویاروی قرار میده. ما ممکنه خیلی از مراسم رو همین امروزه در چین بریم ببینیم تمام ریشش مالیه، یعنی میگن برای اینکه پول بیاد تو خونه این مجسمه رو بذار، برای اینکه اقتصادت فلان شه اون مجسمه رو بذار، برای اینکه نمیدونم این نذر رو بکن که اون پول گیره، یعنی همش انگار به دبستون مالیه، اصلا توش هیچ نگاه انسانی، هیچ مهری، هیچ عاطفه‌ای. برای همینم چشم ایرانیان رو که شما تو چشم ایرانیان نگاه میکنین، حتی اگه ایرانی با شما حرف نزنه در هر جای جهان، شما نگاه ایرانی رو با نگاه بقیه فرق میدی. من اصلا حتی خیلی اوقات قیافه‌هایی که ایرانی نیستن، ممکنه اصلا شما به نظرتون بیاد این آدم حتی ایرانی نیست، اما اون نگاهی که تو چشم ایرانیانه، ته عمق وجود ایرانیان یه مهری، یه انسانیتی تو نگاه ماست. مثلا من همیشه میگم نگاه خون خونو میگن میکشه. آره. یه زبان زدی هست میگن خون خونو. همه امروز من رفتم برای یک ندارم. کاری رفتم به یه مغازه و آوازیدم، به گمانم این آقا هم خیلی سال بود توی آلمان بودش، تنها چون امروز برای من خیلی رخ داد، درست همین رخ داد، چهرش هم خیلی نمیخورد ایرانی باشه چون موهای سفیدی داشت، سن و سالی داشتش و اینها، با لهجه خیلی خوب آلمانی هم گفتگو میکرد و وقتی که درود گفتم وارد شدم، یان یه استیوان گوی ایرانیه، گفتم شما ایرانی هستید؟ به زبان آلمانی گفتم شما ایرانی هستید؟ گفت بله من ایرانی هستم. شروع کردم باهاش فارسی گفتگو کردن و بیدرنگ همونطور که شما میگید انگار این ضربان نبض ایرانی با ضربان نبض اون یکی ایرانی گویا پیوند برقرار میکنه. به راستی همین گونه است و این از همون منش میاد، از همون درون میاد، با همه خوبیامون، با همه بدیامون، با همه کجیامون، کاسیامون، کم زیاد، بالا پایین، ولی باز میبینیم همونطور که شما گفتید انگار یه خوی ویژه‌ای رو، این یک زنگاری روی بسیاری از ویژگی‌های درخشان شخصیت و فرهنگ ایرانیان رو گرفته، اما این زنگار قابل پاک کردنه، برای که اصل و ریشه ها هست، باقی است در این کشور و تا ایران باقی است این ریشه ها و این فرهنگ باقی است. این مهم اینه که این زنگار رو از روش پاک کنیم، خود واقعی، فرهنگ واقعی ملت رو از اول بهشون نشون بدیم، بگیم اینطوریه که ما این همه دوام آوردیم، ما این همه دستاورد به جهان داشتیم و همین امروز ما هر جای جهان که میریم باز میدرخشن مردممون، یعنی یک اصالتی، یک ریشه‌ای، یک فرهنگ بسیار پربار کار کرده شده‌ای، یعنی روی اون فرهنگ کار کرده شده در درازه تاریخ، هزارها با ما اومده و این خودشو نشون خواهد داد. برای همینه که من همیشه میگم که در همه بدترین شرایطی که همین امروز در ایران مردم مبتلا بهش هستن و خیلی از این ویژگی‌های درخشان فرهنگی و اخلاقی ما زنگار گرفته و روش پوشیده شده، باز من بهترین و مهربانترین و انسانترین مردم جهان رو در ایران خودمون و در فرهنگ خودمون همیشه جستجو میکنم و هرچی حتی آدم باز با فرهنگای دیگه میگرده، باز یه کمبودهای اساسی تو این فرهنگا هست که وجود ما ایرانی ها رو پر نمیکنه به غیر از با فرهنگ خودمون. جام وجود ما با فرهنگ ایرانی، با اندیشه ایرانی، با جهانبینی ایرانیه که لبریز میشه. بیگمان همینه. بسیار ازتون سپاسگزارم، انقدر این سخنان به دل من نشست که امیدوارم به دل شنوندگان و بینندگانی که این برنامه رو میبینن و میشنون هم بشنوه. و بانو آرتمیس، در پی فرمایشات شما من بیافزایم که شاید مایه شگفتی خیلی کسان باشه، همین روز جهانی 8 مارس رو هم، همین دیروز که اگر بخوام برای شما نمونه بیارم، دیروز 8 مارس بود، شاید باورتون نشه، شاید خیلی از دوستانی که در ایران زندگی میکنند یا در جاهای دیگه هستن شاید باورشون نشه، خود آلمانی ها، من شاغل هستم در اداره، هیچ کس به هم تبریک نمیگه، هیچ کدوم از بانوان به هم تبریک نمیگن، اصلا براشون یه جوری زننده است و وقتی میگی روز زن میگن چی روز زن؟ فراون تاگ، اصلا براشون یه جوری اصلا که چی یعنی چی؟ و دقیقا مال خود کمونیست هست، فقط بیشتر این جنبش های کمونیستی و چپ اینو دوست دارن. من دیروز از هیچ کس، با اینکه 90% تمام همکاران من بانو هستن در اینجا، از هیچ کدوم نشنیدم که هیچ دلبستگی داشته باشن یا شعفی، شوقی،
انگیزشی داشته باشم بیام من بگم خب روزتون شاد باد، یا من خودم آماده بودم که الان یه چیزی میگم و هیچی نیامد. از خود بیگانگی ما رو باش. ایرانی ها فراوون برای من میفرستادن 8 مارس شاد باش، فرخنده باد، به زن ایرانی داشتن شاد باش میگفتن. من دارم توی اداره دارم میرم امروز هیچ کی چی نگفته اصلا ازم براشون. و من یادم نبود پارسال ناگفته نماند، پارسال سر کار که بودم به همکارانم گفتم که روز زن رو بهتون شاد باش، میگفتم روز زن قیافاشون همچی در هم کشیدن که گفتن 8 مارس اصلا قبولش ندارن. برای همین میگم هر چیزی که در فرهنگ ماست چون از مهر و از جهانبینی در میاد فرق میکنه با چیزای قرار دادی، مهمترینش یکیش همینه که خیلی از این قراردادها میتونه باشه میتونه نباشه. خودشون تو هم کشور آلمان نپذیرفتن، میتونه باشه میتونه نباشه، بعضیا خوششون بیاد بعضیا خوششون نیاد. ولی مسائل فرهنگی یه مسائلی است که با شما در درازای تاریخ اومده که نیازش بوده و ایجاد شده و هیچ کس هم تاریخش رو نمیدونه. میدونین یعنی هیچ کس نمیدونه نوروز از کی نوروز شد، شب چله رو ما از کی در تاریخمون، یعنی اینقدر قدیمیه که هیچ کس اصلا نمیدونه ریشه اینا از کجا اومد، اینقدر بوده یعنی اینقدر با دوام و اینقدر عمیق و ریشه داره. ولی خب این قراردادهایی که شما میبینین هر کدومشون، اکثر این قراردادهای امروز جهان به کمتر از 100 سال قدمت اینا. درست. برای همینم امیدوارم که یه مقداری کمتر بیگانه پرست باشیم و بیشتر به اون شیوه های سرزمینی خودمون برگردیم، به ریشه هامون. و همونطور که شما هم فهمیدید چقدر به جا و زیبا فرمودید، این زنگاری که به ریشه های اندیشه ما نشسته رو قباروبی کنیم، کنار بزنیم و گوشه های رو بپالاییم و برگردیم به ریشه های راستین خودمون، که مردمانی که به ریشه های راستین سرزمین خودشون باورهای خودشون بیستن، بیگمان در درازای تاریخ در برابر طوفان های تاریخی ایستایی بیشتری خواهند داشت و ماندگار خواهند بود. من واپسین بخش رو میخوام از شما یک سخن ویژه و یک پرسش ویژه دارم. بانو آرتمیس نازنین، بسیار بانوانی رو داریم در مورد جنبش زنان ایرانمون. امروز دارم با شما سخن میگم. بسیار بانوان نوجوان و جوانی رو داریم که بنا به همه ستمی که میدونید امروز در جمهوری اسلامی به مردمان ما میشه، به ویژه به زنان ما چندین برابر این ستم ها میره، ما بانوان براستی بسیار بسیار قوی رو داریم که پا به عرصه کنشگری میگذارن، حق خودشون رو دادخواه میشن، مطالبه گر هستن. ولی من بارها دیدم که یک نکته رو شاید کمتر بهش توجه شده، ناخواسته میبینیم که در سمت و سوی میرن که گمان میکنن که هر آن کس که دشمن جمهوری اسلامی بود دوست اونهاست. برای اونا چی دارید؟ نگاه شما چی است؟ چه باید بکنن؟ چگونه باید تشخیص بدن؟ راه درست چگونه هست؟ ریشه های راستینی که بر باورهای ریشه های سرزمینی و میهنی اونها هستش چی هست که بتونن درست مطالبه گری بکنن و در راه درستی گام بردارن در این مسیری که آغازیدن؟ درسته. ببینین اگر که ما به عنوان یک ایرانی در درجه اول فکرمون باشه اول ایران دوم من، اگر هدف فقط ایران باشه بعد ما اون وقت فکر میکنیم که چه چیزی داره مصالح کشور رو تامین میکنه، الزاماً اتفاقاتی که در اطراف ما میفته، جنگ هایی که میشه، نابسامانی هایی که میشه، دشمنی و دوستی کشورهای دیگه با ما، الزاماً دوستی و دشمنی اینا با کشور ایران نیست. ممکنه دوستی و دشمنی اینها با این رژیم باشه، ولی الزاماً به معنی این نیست که دوستی دارن با ایران یا دشمنی دارن با ایران. اگر ما منافع کشورمون رو در درجه اول در دراز مدت در نظر بگیریم، بگیم ببینیم در دراز مدت مثلا این کشور منافعش برای ما چیه، زیانهاش برای ما چیه، برای کشور ما چیه، نه الزاماً برای این مقطع خاص که حالا این جمهوری اسلامی هست
جمهوری اسلامی بالاخره یه روزی میره، ولی آیا روابطمون رو ما داریم بر اساس منافع ملی و میهنی تنظیم میکنیم یا بر اساس فقط تا بودن این حکومت؟ برای همینه که خیلی اوقات ممکنه شما خیلی از کشورهای جهان رو ببینین دشمن جمهوری اسلامی هست، ولی الزاماً هیچ نظر خوشی هم با ایران ما ندارن. برای اونها خیلی اوقات کشور ما اصلا خطرم محسوب ممکنه بشه. اتفاقاً کشور ما شاید بدون جمهوری اسلامی برای خیلی از اون کشورها خطر بزرگتری هم هست. و اینکه این ملت خودشو بشناسه و رو پای خودش وایسه و برای مساله خودش تصمیم بگیره خوشایند بسیاری از کشورهای غرب و شرق نیست. بسیاری از کشورها، این که شما میبینید خیلی از این حکومت‌ها با جمهوری اسلامی در پشت پرده ها دارن معامله میکنن، به خاطر اینه که بودن این جمهوری اسلامی خیلی اوقات به نفع ایناست، یا حتی اگر ایران ما تکه تکه بشه به نفع‌تر اونهاست. تا یک ایران یک پارچه، تا یک ایران نیرومند، تا یک مردم آگاه، تا یک مردم یک پارچه و نیرومند. از این رو هست که مردم ایران، حالا چه زنان چه مردان، یادشون همیشه به این موضوع باشه که چه چیزی در درجه اول باید، همون چیزی که همیشه ما میگیم میهن سالاری باید به چربه بر همه چیز، این میهن باید باشه. این میهن شامل فقط یک بخش جغرافیایی و سیاسی نیست، این میهن شامل همه ی آن چیزی است که در این کشور هست، از آسمان و زمین این کشور تا هر آنچه که در این کشور هست، از انسان و جاندار و گیاه و حتی نسل های نیامده ایران باید منافعشون در نظر گرفته بشه. کسانی که در این خاک خواهند زیست و اون روز ممکنه من و شمایی نباشیم، بنابراین منافع کوتاه مدت یا منافع شخصی ما هیچ اهمیتی نداره در برابر یک کشور با 10,000 سال تمدن پشت سر و با هزاران سال تمدن در پیش رو. و آنچه که ما باید یادمون باشه اینه که به ما خیلی از مسائلی جنبی که در اتفاقاتی که اطراف ما میفته اصلا ممکنه به ما ربطی نداشته باشه. و اون اندازه‌ای که من میبینم مردم ایران امروز دارن مثلا به عنوان مثال برای جنگ اوکراین سینه میزنن، برای مملکت خودشون که تو حلقوم چین افتاده سینه نمیزنن. اونقدر گوش عالم رو پر نکردن، گوش جهانیان نرسوندن که آقا کشور ما رو داره چین برای 25 سال میخوره. ولی برای منو امثال من، مثلا من نوعی، من ایرانی امروزه، زن و بچه اوکراینی بیشتر از زن و بچه ایرانی الان اهمیت داره. بنده دارم بیشتر کاسه داغ‌تر از آش اوکراین هستم که اصلا به من هیچ ربطی نداره. اوکراین برای من در جنگ 8 ساله چه کار کرد؟ در همه این 44 سال بدبختی که زنان و فرزندان ما از بین رفتن، جوانان ما رو گلوله زدن و کشتن، همین آبان چه کار کرد؟ برای ما چه ترهی خورد کرده اوکراین در 44 سال گذشته؟ این همه ما بدبختی کشیدیم، هرگز یک زن یا یک جوان اوکراینی صداش در اومد برای پشتیبانی از ایرانیان؟ هرگز. اصلا براشون مهم نیست، اصلا ما وجود خارجی نداریم برای اوکراین. چه اهمیتی داره اوکراین چی به سرش میاد؟ من نمیگم اوکراین الان خوب داره به سرش میاد یا بد، ولی نه، ما هم دردیم، هم ناراحتیم، کشور خودمون چرا داره از دست میره؟ چرا ما گوش جهانیان رو نمیگیم؟ خانه وقتی داره تو آتش میسوزه، بله، چرا اونو گوش جهان رو پر نمیکنیم؟ آقا قرارداد 25 ساله چی؟ ما الان باید همه زندگیمون رو بذاریم زمین، گوش جهان رو پر کنیم از این قرارداد 25 ساله که هیچ جا نمیذارن بیاد بیرون و خدا میدونه ما چه جوری داره کشورمون به حراج میره. تا 25 سال، نه یه روز و دو روز، این جنگ اوکراین 2 ماه دیگه تموم، حد اکثر 2 ماه دیگه تموم، بیا اینوری یا اونوری تکلیف روشن. اصلا به ما ارتباطی نداره، ما نه مادرمون اوکراینیه، نه پدرمون اوکراینیه، نه نیاکانمون رو بردیم تو خاک اوکراین دفن کردیم. این مملکت داره میره برای 25 سال از دست. اینو بچسبیم. مثل این که میگن حقوق زن، همه حقوق زن، حقوق زن فمینیستای جهان، به من و شما چه مربوطه؟ حقوق زن ایرانی رو اصلا جنبش‌های فمینیستی هرگز تامین نمی‌کنن. حقوق ما رو نگاه ایرانیمون میتونه تعمیم بکنه. اگه ما این اسلامو بندازیم بیرون و اگه یه حکومت ایران گرا بیاد و قوانینمون برگرده به قوانین ملی خودمون، نگاه خودمون، جهانبینی خودمون، قانون اساسیمون رو بنویسه، ما نجات پیدا میکنیم. فمینیستای اروپا و غرب و شرق و این ور اون ور به داد من و شما نمیرسن، اصلا براشون من و شما وجود خارجی نداریم. این چیزی که مهمه، اول میهنمون و منافع ملیمون، منافع کشور و ملت، هم اکنون هم در درازایی که نسل‌هایی که نیومده باید تامین بشه. بقیهش حرف اضافیه.
اینا میان کمکمون میکنن، اونا میان کمکمون میکنن، آی این الان ارباب ما میشه، اون ارباب ما الان فعلا تو الگوم چینیم، تو الگوم روسی هم نیستیم. اگه ما قراره کلامونو بچسبیم، بیایم بریم یه کاری بکنیم. مردم جهان اگه ما میتونستیم این ارزه رو داشتیم، مردم جهانو بر علیه چین میشوروندیم که آقا شما چیکار داری میکنی؟ این ملت رو چیکار داری؟ چجوری داری با زبون خوش با پنبه سر میبری یه کشور استعمار میکنی برای 25 سال؟ هیچ کس در جهان صداش در نیومد. حالا شما خواهید دید فردا این چین حمله میکنه، تایوان هم یه قلپ میخوره، از حزم رابعش هم میگذرونه، باز کسی این خیالش نیست. اینه که من میگم هر ملت کلاه خودشو باید بچسبه. اولویت میهن خودمون، هم میهن خودمون، نسلایی پس از ما که میان هست. نه اولویت ما اوکراینه، نه اولویت ما روسیه است، نه اولویت ما آمریکاست. اولویت ما کشور خودمونه. و دیدنی و شنیدنیه که ما که هرگاه که سخن از میهن و ملت و وطن میگفتیم، همه گفتن این فاشیستیه، این سخنان چیه، جهان مدرن همه یکی هستیم، این حرفا رو نزنید. و امروز داریم میبینیم که سر اوکراین که شده همه میهن پرست شدن، میهن پرستی اوکراینی ها رو ستایش میکنن. چرا به ما که میرسه فاشیستی میشه، به اوکراین که میرسه میهن پرستی میشه؟ خردیارمان باد، خیلی از شما سپاسگزارم مهربانو برای این جستار بسیار بسیار زیبا شنیدنی. من بسیار خوش بردم، بسیار به دل من نشست. خیلی ازتون سپاسگزارم که این هنگام رو گذاشتید و امیدوار هستم که به راستی بتونیم دوباره ریشه های راستین سرزمینمون رو، آیین هامون رو، نگرشمون رو و اون فرزانش سرزمینمون رو دوباره زنده کنیم و دوباره اینها رو پاس بداریم و دستمایه‌ای بشه برای فردای سرزمینمون، تا بتونیم دوباره بر اساس همین بنمایه هامون، بر اساس همین ریشه هامون بتونیم در برابر این طوفان‌های زمان بیستیم و در گذرگاه تاریخ بتونیم پیروز و سربلند بیرون بیاد. از شما خیلی سپاسگزار هستم و سپاس از یکایک که بینندگان و شنوندگانی که با ما همراه بودن، این گفتار رو، این جستار رو شنیدن و امیدوار هستم که این برنامه ها رو به دست دیگران نیز برسونن، برای اینکه دیگران هم سهیم بشن، همراه بشن، بشنوند، بدونن بیشتر از فرهنگ خودمون، از سرزمین خودمون. و سپاس بیکران از شما مهربان. سپاس از شما بانو پردیس گرامی و پاینده ایران. سپاس از مهرتون، پاینده ایران و جاوید شاه. بدرود تا درود دیگر.